کشته شدن قمندان امنی خوست با دو تن دیگر در یک انفجار. انفجار در مربوطات حوزه 12 پلیس کابل. حمله و درگیری شدید بر مقام ولایت لوگر همچنان جریان دارد. حمله افراد مسلح بالای خانه نماینده بادغیز در بالامرغاب، چندین کشته بر جا گذاشت. پوتین استفاده از تلفن هوشمند را برای نظامیان ممنوع کرد. اختصاص دادن بیش از 4 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا از سوی سازمان ملل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. قمندان امنی خوست با دو تن دیگر در انفجار ماین کشته شد. جنرال سید احمد بابازه، قمندان امنی ولایت خوست، با دو تن دیگر در انفجار ماین کنار جاده دیشب کشته شدند. آقای بابازه برای اجرای عملیات به منطقه زینخیل ولسوالی نادرشاه کود می رفت. محمد علیم فدایی، والی خوست، در مورد این رویداد به رادیو آزادی جزئیات داده است. متاسفانه عمل پاسوال سید احمد بابازه، قمندان امنی خوست، صافی سکرترش و یک سرباز دیگر در نتیجه انفجار ماین در منطقه خواجه رحیم به شهادت رسیدند و یک سرباز دیگر شدیداً زخمی شده است. با آنکه والی خوست طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم می کند، اما طالبان هنوز مسئولیت این انفجار را نپذیرفتند. انفجار ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه 12 پلیس کابل. انفجار در ساحه بلاک 14 ارزان قیمت تلفات در پی نداشته است. به گزارش سپادنیک، انفجار در ساحه بلاک 14 ارزان قیمت که در کنار پای برق یک ماین چسبکی انفجار نموده و در نتیجه تلفات و خسارات جانی ندارد، اما خسارات مالی به افراد وارد گردیده است. این در حالی است که شام دیروز یک فیراکت در نزدیکی یک جکشن برق در مربوطات حوزه 17 شهر کابل اصابت نموده است که خوشبختانه تلفات جانی در پی ندارد. حمله شدید بر مقام ولایت لوگر جریان دارد. گفته می شود همین اکنون حمله بالای مقام ولایت لوگر صورت گرفته و جنگ به شدت جریان دارد. به گزارش سپادنیک، وزارت داخله افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که حمله دشمن بالای پسته پلیس محلی قلعه تقی ولسوالی برکی برک عقب زده شد و جنگ بدون تلفات خاتمه یافت. قابل یادآوری است که روز قبل مقامات پلیس گفته بودند که پیش از چاش طالبان مسلح بالای قرارگاه نیروهای افغانستان در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند که با مقاومت این نیروها مواجه شد. به گفته پلیس افغانستان در این درگیری ها دست کم 10 طالب کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تاکنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکردند. حمله افراد مسلح بالای خانه نماینده بادخیز در بالامرغاب 20 کشته بر جا گذاشت. والی ولایت بادغیز شمار کشته شدگان این حمله را 30 تن اعلام کرد. به گزارش سپادنیک، دست کم 20 نفر از جمله زنان و کودکان در حمله بالای خانه ضیاءالدین اکازی نماینده مردم بادغیز در پارلمان کشته شدند. به گفته آقای اکازی، در جریان این حمله پسرش کشته و برادرش زخمی شده است. این حمله بالای خانه من در روستای اکاز در ولسوالی بالامرغاب صورت گرفته است. نجم الدین برهانی، والی بادغیز، با تایید این حمله شمار قربانیان را 30 نفر اعلام کرد و افزود این درگیری میان دو قوم بوده است. ضیاءالدین اکازی درگیری میان دو قوم را رد می کند و تاکید دارد که این حمله بالای خانه او بوده است. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز در شمال غرب افغانستان یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های این ولایت به شمار می رود که گروه مسلح غیر مسئول در ولسوالی فعالیت گسترده دارند. پوتین استفاده از تلفن هوشمند را برای نظامیان این کشور ممنوع کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور منع استفاده نظامیان از تلفن هوشمند، تبلت و دیگر وسایل ارتباطی هوشمند در جریان وظیفه را صادر کرد. بر اساس دستور جدید آقای پوتین که از روز پنجشنبه 7 می اجرا شد، نظامیان نباید تجهیزاتی که محل حضور آن را قابل ردیابی کند یا قابلیت ارسال اطلاعات تصویری و صوتی را داشته باشد در حین انجام وظیفه همراه داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه ها در روسیه نقض قانون جدید به عنوان جرم انضباطی تلقی خواهد شد. پارسال نیز نظامیان بر اساس دستورالعمل مشابه از حمل تجهیزات که دوربین فیلمبرداری یا قابلیت اتصال به اینترنت دارند منع شده بودند. طی سالهای گذشته عکس‌ها و ویدیوهایی که به اشتباه توسط نیروهای نظامی روسیه در فضای مجازی منتشر شده بود، اطلاعات درباره محل حضور آنها و تحرکات ارتش و تجهیزات نظامی روسیه افشا کرده بود. برخی از این اطلاعات به عنوان شاهدی بود بر حضور نظامی نیروهای روسی در شرق اوکراین موسوم به منطقه دونباش. ارتش اوکراین از سال 2014 مشغول نبرد با جدایی طالبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور است و در منطقه یاد شده مناقشات منجر به کشته شدن 13200 نفر شده است. روسیه همان زمان حضور نیروهایش در شرق اوکراین را انکار کرده بود، اما فعالین حقوق بشری عکس‌ها و ویدیوهایی را که در فضای مجازی توسط برخی نظامیان روسی منتشر شده بود مشاهده کردند که می‌تواند شاهد بر حضور نیروهای جوان ارتش روسیه در نبردهای منطقه باشد. سازمان ملل بیش از 4 میلیارد دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص خواهد داد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 7 می درخواست جدید بیش از 4 میلیارد دلاری را برای محافظت از جان میلیون ها نفر و مبارزه در برابر شیوع ویروس کرونا در کشورهایی که به گفته این سازمان در وضعیت شکننده قرار دارند مطرح کرد. درخواست مبلغ 4.7 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد به خاطر تأثیرات ناشی از ویروس کرونا در کشورهای فقیر روز پنجشنبه 7 می در حال مطرح شد که این سازمان وضعیت در برخی کشورها را وخیم خوانده و گفته که گسترش ویروس کرونا زندگی بسیاری از مردم را با خطر مواجه ساخته است. با این پول علاوه بر 2 میلیارد دلار دیگری که این سازمان در هنگام راه اندازی برنامه جهانی کمک‌های بشردوستانه به کشورهای در حال رشد در 25 ماه مارس درخواست کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد تا هنوز توانسته از 2 میلیارد که برای کمک‌های بشردوستانه تقاضا کرده بود، نصف آن را از سوی کشورها و سازمان‌های کمک کننده جمع‌آوری کند. مارک لوکاک معاون امور بشری این سازمان در اعلامیه امروز گفت تأثیرات بد و وضعیت رقتبار ناشی از ویروس همگیر کرونا بیشتر در کشورهای فقیر و جنگ زده محسوس خواهد شد. آقای لوکاک هشدار داده که به خاطر گسترش ویروس همگیر کرونا شهروندان فقیرترین کشورهای جهان می تواند با قحطی روبرو شوند، اما او گفته با اقدام هر چه زودتر می توان جلو وضعیت بد را در این کشورها گرفت. سازمان ملل متحد 20 کشور فقیر جهان را برای دریافت کمک‌های عاجل بشردوستانه در نظر گرفته است. این سازمان می‌گوید به کشورهای جنگ زده از جمله افغانستان و سوریه اولویت داده می‌شود. سازمان ملل متحد به تازگی 9 کشور دیگر را در فهرست کشورها شامل کرده که به کمک فوری بشردوستانه نیاز دارند که در آن پاکستان، زیمبابوه، موزمبیق و فیلیپین شاملند. به گفته این سازمان از پولی که برای کمک‌های بشردوستانه به کشورهای فقیر جمع‌آوری می‌شوند، نه تنها که تجهیزات صحی برای آزمایش و معالجه بیماران و وسایل حفظ الصحه خریداری خواهند شد، بلکه کمپاین آگاهی‌دهی برای مردم به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا هم راه اندازی می‌شود.
مارک لوکاگ معاون امور بشری این سازمان همچنان گفته گسترش ویروس همگیر کرونا در کشورهای فقیر جهان اقتصاد مردم را متضرر ساخته و این کمک های بشردوستانه می تواند غذای مورد نیاز را هم تا ماه دسامبر امسال تامین کند. سازمان ملل متحد گفته است که کشورها و سازمان های کمک کننده را تشویق می کند که تا در این وضعیت بحرانی با کشورهای فقیر کمک کنند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.